من ساغ دل چه اثر برام ز حضور ذکر دوامی او من سنگ دل چه اثر برام من سنگ دل چه اثر برنامه هایی که شما نشر میکنین و به این بعضی وقتا شرکت میکنم و بعضی وقتا خواهش میکنم که از کجا کجا چی چیز نشر شده و همون چیزا اگر نشر شده و ما همون نار نشر کنیم این برنامه های خود که در نوای ناشناس یا ناشناس ارگ به اونجا نشر میشه. به اینا یک هدف دارم من، همی هدف تقریبا چند سال پیش ده یا دو سال پیش در کاشانه اخلاص هم امر داشتیم و موسیقی را ما چه قسم آموختیم. ما به عنوان از اینی که معلم استم استاد استم برای از اونا ای چیز یاد میتم، نه، به عنوان از اینی که ما چه قسم با موسیقی آشنا شدم. اول رفتن ما به هندوستان همی تاثیر داشته این چیز دیگر، شباهت موسیقی ما با موسیقی هندوستان این حال مهم نیست که از ما در اون گرفته یا از اونجا آمده، ولی همین تاریخ وقتی میخوانم میگم که آریایی ها از پار دریا آمدن به افغانستان، افغانستان باز یک شاخهشان به ایران رفتن، یک شاخهشان به هندوستان رفتن، در اونجا یک خول هست که با دراویدی ها جنگ کردن که اینا باشنده های بومی هندوستان بودن، با اینا جنگ کردن و اونا را شکست دادن، اونا به طرف جنوب رفتن و میاده از در رسم و رواج و در عبادات و در موسیقیشان فرق شد. شاید نیکی هست، فرق وجود داره، فرقای کم و بیش وجود داره. موسیقیشان به نام موسیقی کرناتکی یاد میشه که با موسیقی وسط هندوستان با شمال هندوستان فرق داره، اما اونا را رایز شاختن. خب اینا نمی کسایی که رفتن از همین جوتو نیست که در اونجا فرهنگ نبوده، فرهنگ بوده، لیکن وقتی که اگر اونا را امرایشان مسافه بود کلده باشن، جنگ کلده باشن، امرایشان اونا به جنوب رفته باشن، اینجا اقلیتی که مانده زیر تاثیر فرهنگ همی کسایی که رفتن از اینجا آریایی هایی که رفتن زیر تاثیر مفرهنگ از اونا آمدن، هر چیزی که هست مخد یک تفاوت موجود است در اونجا. و اینمی موضوع که در آریایی های امونجا که می رفتن در هم در بسط شبه به افغان هندوستان هم به شمال هندوستان، اینا همین فرهنگ خود رایج ساخته و در موسیقی یک جزء فرهنگ است. همین موسیقی هم طبعا در اونمونجا مطرح بوده، در مذهب پذیرفته شد، یک جزء مهم در مذهب شد، هم موسیقی و هم رقص. در رقص بسیاری از داستان ها و افسانه های اما دینی خود ادنا را در رقص ها آوردن، ترسیم میکنن و به نام های مختلف یاد میشه که تشک میگن و چی میگه چی میگه. من متاسفانه همه چیزایشه درست نمیفهمم، ولی امی رقص هایی که رقص های مذهبی هست و قصه های رام و کرشن و این منا همتر آمده هم اونا را نشان میتن بر رقص خودم. و موسیقی هم جزء عبادت شده و امونا را به حساب عبادت گرفته و یعنی در جمله مقدسات است. خب امی فرق حتی که در مسائل اجتماعی
بسیاری نام خواننده ها که به نام گوایا می گفتن یا قوال می گفتن اینا، امی تنها در هندوستان هم موجود بوده، در فیلمایشان همی چرم چیز آمده که دختر و بچه با هم آشنا میشن و بچه مثلا از امی طبقاتی که غیر ملموس هستن و نزدیک با اونا نمیشن و وظایف بسیار پست و که در مرز ناس پرده شده در جامعه، اونا یک وقتی بوده عالم و چیزا نیست، ولی در فیلم هایشان همی چیز آمده که بچه یک بچه خواننده به ساز علاقه من، اما دختر از یک خانواده خوب و خانواده خوب میشمردن و سروت من و اینا، و امی به نسبت این موضوع قوال بودن یا خواننده بودن یا سازنده بودن ازی مانه ازی ازدواج ازی ناشده، و این یک زمان بوده عالی مسائل میگن نیست یا خود طبعا تبلیغات اینا کنون جلوی شکنه، همی در جوامع دیگه هم هست، ولی هرچی هست موسیقی در اونجا همی حیثیت پیدا کرد که جزء نصاب تعلیمی شود، و در اکثر مکاتب ازنا همی موسیقی در جهان دیگه خوب بوده و هست، سآل هم در اروپا، در امریکا، در کانادا، در کجا و کجا که در مکتب همی تدریس میشه یک جزء نصاب تعلیمی هر مکتب و اینا می باشه، و در افغانستان هم در زمان ما تاریخی که می خونم در زمان امان الله خان برای بعضی از مکتب ها و اینا همی موسیقی دست می دادن، همی تدریس می کدن، شامل نصاب تعلیمی بوده، ولی پسان ها هم که همی مصاحبه ها و اینا شده ما اکثر می گفتم که امون یک وقت بوده چرا قال نیستن، یعنی ام وقت هم طالبا بودن، ام وقت هم مسائل دینی بود، یعنی کدام چیزی بر علیه زو ما نشنیدیم که بر علیه موسیقی کدام چیزی کوشش ما همی بود، از مصاحبه ما میره گفتیم که باید شامل نصاب تعلیمی شود موسیقی، بخاطر چی؟ بخاطر ازی که والدین امیر بفهمن که در پاروی دینیات، در پاروی زبان فارسی و زبان پشتو، در پاروی تاریخ و جغرافیه و کیمیا و فیزیک موسیقی هم یک مضمون هست، اما در هم درس می خوانم چیزا، اما از کلی ازم نام برای والدین باید اصلاح شوان که اونا برای اولادای خود می چیزه، یعنی عیب ندارم هم میرن مکتب در اونجا دفاعی مضامین دیگه موسیقی هم درس می خوانم، و در موسیقی این چیز نیست که سالانه هر مکتب و هر لیسه و در هر شهر که این قدر نوازنده و این قدر خواننده را باید به جامعه تقدیم کنن، نه، همین فیصدی معین کسایی که موسیقی را می فهمن، کسایی که نواختن موسیقی را بکنن همین را می فهمن، کسایی که آواز دارن امورا مثلا انگلیر آشنا باشن بنی، مثلا شعر و شاعری است که برای دونه که شاعر شوان من، اما شعر خوب تا شعر خراب، شعر پیامدار تا شعر بی پیام، شعر پیام خوب تا شعر پیام بد، امینا را مردم بفهمن. یکی از انگیزه های بسیار مهمی که این کتاب آمد و این چیزها رو من در مومن شما بگم، یکی از اونها مهمترینش همی موضوع بدی و بیان بوده، به خاطر چی؟ به خاطر دی که 99% از هنرمندای ما شعر یک کس برش میته، کمپوزر یک کس دیگه برش میسته، این راه دو مشکل چیزی عجیب و غریب است، که اول همی هنرمندی که شعر میگیره به پیسر نفر این می باید شعر خوب تا شعر بد بشناسه، شعری که یک پیام در او هست تا شعری که پیام نداره، شعری که پیام خوب هست یا پیام بد هست این باید بفهم همی چیزه، همی ره یک چیزه، و کسی که باز کمپوز میکنه او بازم بفهمه که همی طرفی که می سازه در این شعر اینمی بام روحیه و بام مطلب و محتوای همی شعر تناسب داره یا نداره. ما مثلا یک مثال بسیار کوچکم که به شما میتونم ببینه، ما یکی از هنرمندای ما هم شعر حافظ بیا تا گل بر افشانه مو ما در ساغر هم دادیم، فلک را سقف بشکافیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در هم دادیم، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد منو ساقی به هم سازیم و بنیادک بر هم دادیم، ولی اینمی شیر شیر حافظ تمام اشعار بگیشتر انقلابی تر از همه اشعار حافظ،
بسیار انقلابی، بسیار پرشور، بسیار پرجوش. به این طرزی که ساخته میشه هم باید مجوش و قروش و چیزایی که لازم هست و مترکیبی که لازم هست، آلاتی که دهی بکار میشه و راگی که برش انتخاب میشه، به ذهن ما در همگی امی شور و امی نیرو بکار انداختن و فعال شدن و برای چیز آماده شدن اینمی کار شروع کردن، اینمی باید درمون داشت باشه. امی رو بایدم کسی که کمپوز میکنه امی که باید تو کامه، و اگر اون نفامه خود هنرمندی که میخوانه امی چیزه با امی شعر خانده یک هنرمند نامشو نمیگیرم، با یک سستی ایر خانده ما فکر میکنم که پشت موتر جنازه ای حرکت میکنه از خواستانتون میره تا قبرستان و با می حرکت بایدی باره در حالی که بیام حلک را سمت میشتاپیم پره نو دارم دازیم میارم لشکر انگیزه تو کنی عاشقان دارم منو ساقی به هم سازیم و بنیادش برم دازیم. به اینمی خو هیچ امی روحیه اینمی موضوع میشه رو که نمی به اینمیشی موجود دکتر صاحب، برداشتم از کتاب شما، از کتاب نیم قرن با ترانه های ناشناس همی است که شما در حقیقت یک تمام تجارب خود فشرده ساختین در سطح یک نوجوان که میخواید موسیقی را به حساب سرگرمی و یا یک مسلک خود بسازه و فرا بگیره و آهنگ بسازه و یا یک آهنگ بخونه. شما تمام تجاربتان را فشرده ساختین و به زبان بسیار، به بیان بسیار فصیح در سطح یک نوجوان یا جوان که تازه کار و به حساب دی رو قدم میمونه تالیف کردین این کتابه، و در ضمن چقدر بیت های خوب، چقدر اشعار خوب و چقدر دیدگاه های که در رابطه با موسیقی شما داشتین و تجاربتان را در این کتاب آوردین. یعنی به نظر ما بسیار خوب است که هر کسی که به مسائل موسیقی علاقه داره کتاب از نظر بگذرونه، بخصوص کسایی که میخواین آهنگ بخونن و آواز بخونن، این بسیار ضرور است برشان. شما روز قبل یک پارچه را پیشنهاد کردین که در صفحه شما نشر کنیم که از دو جوان هندوستانی است به نام های سلمان علی و سونی هندوستانی که نام مشترکن، یک اجرای دارن و تقریبا شاید یک نوع رقابت است. من نمیتونم دقیق استیلای موسیقی شب بفهمم که چی باید بگویم در اینجا، مگر به هر صورت پارچه بسیار جالب است و در پایانش هم من خواندم برلاوی از این که بیشتر از 3 میلیون بار دیده شده، حتی خود هندی ها تبصره کردن که باید در تاریخ موسیقی هندوستان نوشته شد و ثبت شد این پارچه.
شما به چی دلیل یا پارچه را پیشنهاد کردین؟ چون بعضی دوستایی که در صفحه شما اینجا پیام های گذاشتن، نظریات بسیار متفاوت و مختلف است، دیدگاه بسیار، برداشت ها و درک مردم از موسیقی بسیار متفاوت است. هدف شما از نشر ازی در صفحه خود شما چی بوده؟ ما برای شما دو پارچه را انتخاب کردم. یک برنامه امیتاب چند میخیزه بود در اونجا اناونس میده که اینال ما یک نفر را خواهش میکنم، دعوت میکنمش که بیای اینجا روی استیج و امو سرود خود بخوانم، سرودی که ما شنیدیم پیشتر، امو روح با روح تماس میگیره، روحانی است و صوفیانه هست و عارفانه، و با مشکلی که او میخوانه مرا به حد پسند سند ما بده اون امور شما هم بشنوین. ما امور شنیدم مولا یا مولا مولا میخوانم چیزه، همین طالبایی که مخالف امین موسیقی استن اگر امون پر یک چیزه رو بشنوین که مولا از مولا یک خواهش میکنه، یک تضرعی میکنه، راز و نیاز داره با خدای خود و با مولای خود و از او کمک میخواه و به این طرزی که این میخوانه کلشانم امو تکایی سفیده بسته کردن شکل بالکلم و ملایم چیز همون ها را دیدیم که با اون شکلی که اون میخوانه میتظرو پیشه درگاه خدا میکنه و این را یک هندو امیتاب بچن این را توصیف میکنه، این میگه روح با روح تماس میگیره، این خواندن با عارفانه هست و صوفیانه هست و روحانی سکادن روحانی اینا همون را میخوان. یکی همون را انتخاب کدم چهار پنج دقیقه چیزیست و بسیار مقبول میخوانه به نام جاوید علی، یک نفر مثل مسلمان است که میتونم بخوانم. این دو نفر دیگر انتخاب کردم که ای در موسیقی و در توانایی موسیقی خارق العاده دو موجود هستم. خلق عادت به خاطر ازی که موسیقی در کسایی که موسیقی کلاسیک هندی رو نیکن اوپرارم که میخوانم در بول خارج هم اگر کسایی هستن که موسیقی پاپ نمیگم موسیقی کم بارشید کلاسیکی یا داشته باشم در اونجا امی صدا کشیدن مخصوصا برای اوپراخانها، اوپراخانها که یکی شما زیرترین آواز داره او هم از عجایبات نباشه و کسی که اما غورترین و بمترین آواز داره اما نا هم مورد توجه نباشه که مچین که امی دو نفر حدیشه از یک هندوستان هستم، یکیش سلمان علی استک یکی دیگه ایش هم نامش را فراموش کرده فکر کنم سنی یا سنی هندوستانی سنی آفرینا بله اونو هر دوی این نام میخوانن امینا یعنی این رو بستان بگم که میگه که جنگ دو قوت است دو نیروز می یعنی چیزا امینا بچل هندوستانی بچل امو امو مجادله و مبارکه دو نفر است که با همون تو چی میکنن نشوان میتن امی در آوازها به صورت عموم کسایی که کلاسیک موسیقی کلاسیک میخوانن در سی سبک برای آواز متعادلی که برای یک خواننده کلاسیک مقرر شده یعنی سی سبک میباشه. سبک چیست؟ الفبای موسیقی دوازده حرف داره، دوازده حرف داره، سا ری ری گا گا ما ما با دا دا نی نی این دوازده حرف این الف با چیز این می از یک ساعت دیگه ساعت آواز میکشه در هرمونیه باشه در پیانو باشه در کیبورد باشه هرچی که باشه ساره گم با ساره ری دیگه گم با دا دا نی نی سا این می ده این می از یک سر تا دیگه سر این می یک سر پکر باز از امون جایی که خلاص میشه باز از سا تا دوازده سوره دیگه با سبتک دوم است که یک سبتک آغاز است که یه مندر سبتک میگه و دیگهش مد سبتک یعنی میدیم یا وسطی آواز وسطی مثلا و دیگهش تار سبتک است سیومش که او هم دوازده برده سی دوازده ما سی و شش یعنی از این سر تا او سر یعنی ارمونیا یا پیانو در پیانو پنج یا شش سبتک است در ارمونیا معمولا سی سی و نیم سبتک می باشه به کیبورد هم بسیار زیاد سبتک و زیاد تستم
برای آوازهای یک کلاسیک خوان معمولا 3 سبدک یعنی 36 پرده از غورترین آواز گرفته با تا زیرش باز از این زیر زی تا زیر دوم باز از زیر زو تا زیر سویم که مجموعا 3 12 36 یعنی می تا 40 پرده 42 پرده 3 سبدک میشه معمولا. یعنی 3 سبدک برای اون کسایی که بسیار وارد میکنن و بسیار آواز خوب می داشته باشن و می تانن به سهولت بخوانن سرگم کنن و آکار که با تان زدن اونم تانو چی داره اما اونا رو کنیش رو به اونمو بیارن ساخن. لیکن در اینجا ما دیدم که می دانه پر از این سبدک 3 سبدک می برن یکش به 4 و به 5 سبدک می رسه. اینی از تعجبات بود که چطوری از سر تا آخر پیانو رو میتونه که آواز خود بکشه بدون از اینکه چیزی شوه. رفی به یکی از خاندانهای خود دنیا که رکواله سن درد بری میره ناله اینمی رکواله رکواله رو 5 دفعه میخوانه میگه در 5 دفعه باز از اون میگه گلون از این مچم خون آمد از شما از مچم ببره یک ماه دو ماهی خاندن نتانست از گفزدن نتانست همی کلش گفا غلط است پا غلط است هم 5 دفعه هم چیز خود گفته بسیار عادی است که هیچ کنم چیز عجیب و غریب نیست اما آخرین رکوالی که میگه بسیار بلند نیش آباد بسیار زیاد بلند نیش آدم بگه جراحی شاید نپارد اما میخواندن هم ما هم کبیم به اونمو هم اینمی موضوع ما چند دفعه بروادم بروادم اینمی بیریم از آورده ایم محل و دستار غلی آسونی محل اداس سر گلیا سونی محل اداس سر گلیا سونی गुजारे ओ मंदिर गिरता फिर बन जाता मंदिर गिरता फिर बन जाता दिल को कौन संभाले दुनिया के रखवाले 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 که تمرین میکنیم برای ما آسان است لیکن این دو نفر
یک سبتک کشیده بود، سه سبتک و چهار سبتک و پنج سبتک به می هر زیوش آمده بود. یعنی اینه می چیتان که ایدمی توانایی در انسان هست می تان تا می درجه همی چیز برسه. به جای تعجب بود من می چیزه در خاننده هایی که موجود است چیز هم می خوام همی نصرت و تیزیش قوالی می خوام همی هم دم قوالی خود به می سه سبتک می رد لیکن اینا هم سه سبتک به جاوز می کنن. این فقط به خاطر یک چیز عجیب بود بدیر دیگه کدام چیزی که مردم همگی باید میری یاد بگیرن و همی سه سبتک اونا هم خوانده بتانند. نه نه این ضرور نیست و دو سبتک بخوانه خوب بخوانه مخبوطی بخوانه بفهمه که کدام شعر ما به کدام طرز بیارم اگه طرز برش میسازم طرزش باید چی رقم باید. آره مادر مرا و برای خدا پیش ما بمان این اگه شما به یک طرز چیزی که به تال قطغنی مثلا بخوانیم شما بسید با تای قطغنی و بمرخ میشه میشه این چیز مادر مرا برای خدا پیش ما بمانده و بگیر یا و ساری میکن چه میکن؟ نمیه برابر این میشه دکتر سب داریم بعض آوازخان های هستن که همه قسم متنا و شیرا را میامیزن با همه قسم تال هایی که شما میال گفتین واقعا من خاطرهای دارم ازش به هر صورت جالب است دکتر سب و ظرافت هایی که در جریان اجرای ازی دو هنرمند دیده میشه بسیار زیباست و طبیعیست که شنونده و بیننده که در اونجا هستن اونا هم بسیار مجاب میشن مگر به هر صورت به نظر من یک پارچه بسیار زیبا بود و کسایی که فهمشان در موسیقی بالاست و بیشتر میفهمن مثل شما بیشتر لذت میبرن و در اینجا پیام هایی رو من تا خواندم که بعضا نوشته کردن که ناخو نمیخوانن چیپ میزنن یعنی رو ببینین برداشت ما از این موسیقی و این پارچه بسیار فوق‌العاده و خارق‌العاده به این شکل است مگر در حالی که در خود پیام‌هایش نوشته شده که باید در تاریخ موسیقی هندوستان نوشته شده یعنی ما بسیار نام شما ببینین من یه جان که امی چیزا امی نفرها اگر یک دفعه امی یک دو نفر سه نفر زن و مرد امی اوپراخانه را اوپراخانه یک نفر از امی ایتالیا بود بسیار معروف بگر وفاق کرد من میتونیم چند وقت بیشتر وفاق بسیار معروف هم لحظه همی نامش یاده برفزه بسیار معروف آدم بود خوب بود آدم اتنو من بود اینا میخوانن زنها هم میخوانن بعض وقت بخور کنیم یعنی آواز از امو بمترین شکلش چی زنانه چی مردانه گپش میره تا بالاخره آدم فکر میکنه که کنریست و بلبل است که چی میخوره این از امو گلونی آوازه چیره آواز این بلبل اینا رو چی کسیم کشیده میتانه یعنی اونمو در اوپرا معمولا هم برخم هست امی دو نفره که به اینجا خواندن چیزا این هم مثل یعنی در اوپرا خانی امی رخم چیزا میهه که نامه دارن امی کار بکنن مقصد از ما این هدف نبود که ایلوی چکنی که هر کس باید این رخم شود لیکن امی یک عجوبه روزگار هست که امی دو نفر یا سه نفر اما به شکل رو میکنن اولا به سرگما و یاره که میگن یعنی حروف سرگما را ساری گمبا این اونا را که ادام میکنم به چی سرعت و به چی صفایی و درستی که من یک یک شیش درمی با من و اونا بر از بدون خود و تنها باید به این سرگم خود به زبان ادام میشه لیکن آخکارش او به گلون تعلق داره پنجره و به گلون تعلق داره درون حلق که در اونجه چه حرکت باید بکنیم که اینمه اتزازات ما بیاریم به پاپینش به اینمه فاصله بسیار کم اتزازات فراوان جایی کدن کار بسیار مشکل و بسیار و من نمیدون که اینمه کلگی باید همه پر باشه لیکن اینه تو کسا هم هستن به باقی نزنا و این از اجایبات هست که چقدر باید ما تمرین کرده باشن که استعداد دارن و اینمه آوازی که میگن میشنا آوازی و جوتی و گفه بود بسیار آقا به خوبی میتان رو نامت میکنه سنایشان هم بسیار زیاد نیستن بله کافی جوان هستن بسیار یعنی ما فکر میکرد بسیار تن بسیار شش ساله دینا زیاد نیستن دیگر با توانایی که بخوانن و به شکل مسابقه و بسیار عادی بسیار عادی بدون از اینکه امی بازه کسات هم خواندن بسیار عادی رو میکنه جای زنگه بود واکمه بازه وقتا هم جغرافی روی به حد تغییر میکنه که دل آدم بد بشه هم دو چشم آدم طرف دانش هست و طرف رویش هست
در روی یک قدر نقشهش تغییر میکنه که آدم فکر میکنه که آدمه این آدم دانش خویت کلان نبود به لازم است که در میجوه این قدر کلان شده. دکتر سر بسیار موضوع جالب شما شرح کردین. منطقه شما با وجود که بسیار آهنگایی که خواندین اومن آلاب داشته و نیاز بوده که شما بیشتر از حد نفس بگیرین و اجرا کنین آهنگ، جغرافی روی شما هیچ وقت خراب نشده. من که میبینم فیلمای شما را، چی راز داره؟ شما چطور میتونین کنترل کنین به او وقت؟ نوشته کردم که وقتی که شما شروع میکنین همی موسیقی کلاسیک یا هر موسیقی که باش موسیقی کلاسیک که مقصودا شروع میکنین، یک قاعده کلان پیش روی تان دانین، پیش روی از امون اما شما بخوانین همیچه خاندنه بکنم طرف خود سیل کنین یا تصیح نبین که تزم چی برازی که دو چشم هر کس فقط طرف چشم و دان هست، چشم و دان حرکت رویید که تیرس هم میبازد دوگونه ما اگر یک ضرب تفاوت به کاما بازار چی میشه برهم میخوره. یعنی شاید باید خود خود کنه سلام آهنگ بشنوه سیل نکنه. خب دکتر سر خاطره ما هم دارم از این که عموما در وقتی که ما وقت افغانستان بودیم و خورد بودیم قبل از فیلم ایندی که ما بسیار بی‌صبرانه منتظرش می بودیم که نشر شوه، یا بعض خبرهای سیاسی می بود یا یکان آهنگ کلاسیک مانده می شد و ما اون وقت خورد بودیم نمی فهمیدیم، قدرت فهم و درک آهنگ کلاسیک نداشتیم، نم نمی گیرم از کدام هنرمنده و دیگه بر صورت وقتی که اون نشر می شد ما فقط چهرهش می دیدیم و آنقدر عصبانی می بودیم که هر لحظه که تا که او پرده اجرا می شد یا او آهنگ تمام می شد دیگه ما طفلا بسیار ناراحت می بودیم و سب چیریش تبصره می کرد. از یک سو موسیقی کلاسیک هم مثلا که او باید هر کس مفهوم نیست، بله نفر باید موسیقی کلاسیک بسیار شنیده باشه، مثلا یا یکی اوپرا خانی را اوپرا را ما در اروپا بودیم اونجا اون اوپرا را می آمد می خوند ما نمیتونستم چیکن تحمل کنم من اوپرا را. بسیاری کسا به خودی مثلی که بسیاری کسایی که به هندوستان هستن اون کلاسیک میشنون چی میکن بگر، اما کسی که بسیار خالص کلاسیک میخوانه و یعنی میده خمه آوازم دو نفره که عجیب و غریب به عجیب و غریب مثلا میرسه از اینا جغرافیشان هیچ تغییر نکرد، برای دی که همین چیز سخت اعضا میکردن مگر جغرافی رویشان تغییر نمیکرد. این که بسیار تار تالم همه اجشت چیزا رو میخوندن و از اونمو اوپرا رو که میخوانن هم بازو وقتا جغرافی بسیار جغرافی تغییر میکن و در خواندن کلاسیک بازا اونجا با چیزای عجیب غریب در اونجا حرکات بسیار بد میشه. یه دیگه بسیاری کسایی که همین چیز متوجه نشدن اما اونا که میخوانم کسا برشان نگفته که همین ایز هم همین نخوانی اگه در کوشش کن که همین آواز بکشیم مگر قدر روی تغییر نکنم. دکتر سر پس میایم سر خود همین اجرای سلمان علی و سنی هندوستانی، شما کدام از اینا رو ترجیح میتین؟ به نظر شما اجرای بهتر از کدامشون؟ دمی دو نفر؟ یا اون نفر دیگه که دو نفر؟ همین دو نفر که رقابت دارن، دو نفر که رقابت سلمان دارن علی و هر دویشان همین جوانه کش معلوم میشه که لایق تر اون نسبت بود دیگه. سلمان علی فکر کنم نامشون سلمان علی لایق تر از نسبت بود نفر دیگه. شروع همون دیگه میکنن، یعنی او همونطور نیست که چیزه یک تفاوت 9 و 10 8 و 10 شاید بسید داشته باشه، هر دوش خوب بودن ولی همی خورتر مادم میپونی چی بود. با وجوده که دکتر سب به نظر من با وجوده که وقت بیشتر سنی هندوستانی میگیره مگر اجراعات اندک را که سلمان علی داره بسیار جذابتر از اجرای سنی هندوستانی. من هم که تصور آدم میفهمه اون دیگه آدم میفهمه که سر خود فشار آورده که به چیزا رو میخوانه، اما ای که میخوانه به ای همین فشار دیده نمیشه، آدم بسیار طبیعی میخوانه بسیار عادی میخوانه به اون بلندی های آواز، یعنی رویش هم تغییر نمیکنه زیاد و بسیار زیاد هم چیزه فوقلاده که نشان نمیده تغییر زیاد در روی اونا معلوم میشه که برشی نمی تا
سختترین ادا به اون بلندترین آقاف ها در اونمو یعنی تغییر زیاد نمیکن معلوم میشه که سر خود زیاد فشار نابده ولی او بگه یک رم مارش میده ولی به هر صورت به نظر ما او زیاد چه میده نو و دخوت باشه سونی و دخوت باشه تفاوت بسیار زیاد میده هر دویشان بسیار وارد دستن بچیدم سرگما هایی که میگن در سرگما اگه خود سرگما را آشنایی با آوازی دید همه آواز خود بسر ری میگه آوازش با ما ری باید برابر چی باشه نی میگه در نی باید برابر باشه پر پر میگه در نی پر باید آوازش برابر باشه دیگه با بانگ چند گوی مانه کایت ها که از نهفتن شان دیگه سینم سجد دانی که چنگ بود چه تقریر میں کنا دانی کے چنگ بود چھے تقریر میں کنا دن خان پرے پادکے تازیر میں کنا دن خان پرے پادکے تازیر میں کنا شما کمک ساعتتان هم فکر میکنم خوب معلوم نمیشه صرفه میکنین بر صورت دی شب روز زیادتر شما با می برنامه فکر کنم سرگرم هستین و میشنوین و میبینین چون بیشتر در خانه هستین بیرون نمیبراین کم از ساعتتان بگوین به هر صورت من همین چیزها رو تعقیب میکنم فقط برای بیننده ها و شنونده ها ایزت هم یک پیام ایتیلی بود که من تشبیه کنم کسی که کلتان ها بکسید بخواهم نه سرگما اون چیزا رو که یکی پاره می دمونج این امو نفرهایی که یا مولا او رو می خوانند این برعکس زمد دو نفر بسیار با مطانت می خوانند بسیار با آرامی می خوانند اگه تضرع زنا به درگاه خداوند و اینا که چی می خواهیم از پیسی ما را هدایت که ما را مثلا همه چیزی ما را قبول کردی بسیار ممنون از دیمون
مطلق مثل مبچی روی قرآن و رحم بلجای رب العالمین از رحمان زهیم مالک یوم الدین اما رکم یک چیزی هستن و بسیار آرامی میخوان و گلونه بسیار آبی میخوان رویایشان چون چشمایشان بود و همون چیزا میخوان و میگم یک هم دیگه چیز میخوان هم رخم یعنی هر دو مثال به اینجا آمده. بازم تشکر دکتر صاحب که شما آنچه دیدین و لذت بردین با ما شریک ساختین و دوست داریم داینده سلسله همه دامه بیافه. این دو خوبی داره، یکی که ما با موسیقی برازنده هندوستان بیشتر آشنا میشیم از دنیای فیلمی و دید ما از برداشتای ما که از فضای موسیقی تجارتی هند است کشیده میشه به موسیقی واقعی و هنر واقعی هندوستان. دومی که کمک کمک اگر ما کنجکاو باشیم ما خبر میشیم که شما چی میکنین، حتی اقل ما بفهمیم وقتی که شما یک اتاق هستین یک تلفن در دست شماست شما از چی استفاده میکنین، چقدر برنامه خوب میبینین. کپل خو میفهمم هیچ کدامش از پیشتان خطا نمیخوره دکتر صاحب، مگر این موسیقی که شما اشتراک گذاشتین امرای ما بسیار زیبا بود. تشکر یک جان. یکی خودتون از گپ از بانیه جان که ما از طفولیت 7 ساله بودم که ما به هندوستان رسیدم و بولا اونجا با موسیقی از بان پچه ما 7 سال مکمل هم اونجا بودیم، زبانش به حد زبان مادری یاد گرفتیم، زبان اردو را هم هندی را هم به حد زبان مادری یاد گرفتیم دیگه، هم زبانشان خوب میفهمیدم هم همین آوازهای مختلفی که میدیدم در فیلمایشان اینا او هم بسیار خوشایند بود، مخصوصا وقتی که آدم با موسیقی کلاسیک آشنا میشه همین چمری و خواندن راگ، چمری سقلتش نسبت به راگ کمتر است اما سقلتش نسبت به غزل بیشتر است از چمری، چمری هم خرامیدنه خانم ها را میگن بگم با چیز کلاسیک کسی کلاسیک یک در سطیلی تر است، مگر آدم که یاد بگیره و کسیم خوش آواز باشه و آرام بخانه و اقدر زیاد یعنی تان زدن یعنی دو نفر نام تان زدن این سبب تعجب میشه، سبب تعجب میشه وقتی که آدم یک کماری به موسیقی آشنا باشه میفهمه که نمی کار کار آسان نیست، هر کسی که میکنه میکنه کار مذب لذت رو بره یا نبره مگر میفهمه نمی کار کار آسان نیست. خب به این اندازهش هم بسیار سقیل است که دو نفر میره به دو نفر فقط مایه تعجب است که آواز انسان تا این حد هم میتانه که مثلا احتزازات بسیار زیاده در فاصله بسیار کم بیاره با امور ادا کنه و آواز هم سالم بانه سالم ادا شده و از سر هم خارج نشه و در 3-4 سبتک من امور هم با آنوش کنه از جای با دفعه این چیز دیگه. ما بسیارت متاسفانه من روز با روز هم میبینم که صحتی که یک دفعه برهم خورد یک وقت زمانه طولانی کار داره که پس و پس دروش شده دیگه. ما برای تمرین و برای زنا متاسفانه آماده نیستم و شرایطش در خود اتاقم برای ما آماده نیست، وقتی که میکنم سر کسایی که میشتون اونا شاید حض نبرن یا فشار پایین باشه یا بالا باشه اونا ما مجبور استم که نمیز تمرین اگه بکنم به جای دیگه یا به خانه رفیقا که میرم اونجا همونجا چیزه تمرینه ادامه بتم دیگه. زیادتر شنیدن و این اونها رو تقریب کردم و برای بیننده ها اگر بازی وقتا هم در یک چیزی انتخاب میکنم فقط به خاطر یک چیزی که آموزنده باشه ما اونها رو به در نفری که میخواند هیچگاه ما یه فکری نیستم که شما هم باید همتر باشید، نه یعنی انسان توانایی از ایره هم داره که تا ای حد برسه فقط یک نمونه نشان دادن است. اما دیگه یا مولا بیا همی خود تذرعی از منابنا خوش مبرد میگم ایک کس اگه مسلمان هم نباشه مسلمان شه و بعد شنیدن از چیزا آواز نرم و بیخم و آرام یک هندو مثلا او رچ میگون جای ده یک لذت روحانی و ارخانی نهود دست همی تا بچه نمیگم بله دکتر صاحب در یک آهنگ شما هم یک صفحه اتیستا آمده بودن نوشته بودن آهنگ وحده لا اله الا هو که آنقدر زیبا اجرا شده یا آهنگ که دل ما میشه که ما هم مسلمان شویم یک اتیست نشده بود بسیار برمجال بود.
او با بسیار صدق و صفا که راستی هم در اونجا بعض اصطلاحات در ما بینش بکار رفته که تمثیل میکنه مره از حافظ اصفهانی ره اینه می شعرش بسیار شعر عادی است و مبالغه و اینا هم هیچ چیزی در ما بینش نیست و ما هم کوشش کردیم بطور توانیم دانش موسیقی خود یک چیز کمپوز برش انتخاب کنیم که بدایم نکنه. یک بسیار تشکر از شما. از شما هم تشکر لطف کرد. روز خوش. خدا Sure.
آتش دل ز آتش عشق دل بجوش و خروش ما فل ناز دیدم و روشن میره آن بزم پیر باد فروش چاکرانی استاد صف در صف باد خاران نشسته دوش بدوش پیر در صدر و میکشان گردش پارای مست و پارای مدوش سینه بکینه و درون صافی دل پر از گفت و گوی و لب خاموش با ادب پیش رفتم و گفتم که تو را دل قرارگاه سروش پیر خندان بطنز با من گفت که تو را پیر عقل حلقه بگوش تو کجا ما کجا سه تو دم گفت خان زیاد منوش چون جورای در کشیدم و گشتم فارغ از رنج اقل و زمت حوش چون به حوش آمدم یکی دیدم آبقی سر به سر فتو تو نخوش ناگهان سوام ملکوت لا اله الا الله